الیک متوجه شد که اسطوره برای یک ماموریت مهم و برای فتح جام جهانی فوتبال رباتی طراحی و ساخته شده و دکتر کلمن پدر الیک نمیخواد که این بازیکن در اختیار اون باشه. دکتر کلمن تصور میکنه که الیک هنوز اونقدر قوی نشده که بتونه بار این مسئولیت رو به دوش بکشه. الیک تصمیم گرفت که با اسطوره وارد مسابقات جهانی بشه و توی گروه اونها تیمی هست که 37 برد پیاپی داشته. قسمت سوم، نبرد در آرنا. اونا 37 مسابقه رو پشت سر هم بردن، یعنی ما هیچ شانسی نداریم. فقط به خاطر اینه که با ما مواجه نشده بودن. کی میدونه، شاید ما تیمی باشیم که 38 برد داشته باشه. به نظر من واسه 37 برد پیاپی دو راه بیشتر وجود نداره. بگو. متاسفانه اولیش تقلبه. چی میگی واسه خودت؟ یه مسابقه بین‌المللی شناخته شده است. همه مسابقه با داورای رایانه‌ای کنترل میشن. اگه تقلب میکردن محال بود توی 37 بازی هیچ کس متوجه نشه. میریم سراغ احتمال دوم که خیلی عجیب تره. و اون چیه؟ خوش شانسی. چی؟ مهمترین مسئله تو این بازی باور داشتن به برنده شدنه. دوباره منو شکست دادی. مطمئن باش قبل از این که برم یه بار حتما میبرمت. قربان، از مرکز فوتبال رباتی پیام جدید اومده. شما یه مسابقه دیگه تو این منطقه دارید. مسابقات این منطقه دو روز دیگه تموم میشه. کی خواسته با من روبرو بشه؟ میدونم کیه. کس دیگه ای جز اون نمیتونه باشه. الیک؟ بله، همینطوره. فکر میکنم قراره فردا رقابت جذابی داشته باشیم. باید بگم وقتی من شما رو اینقدر خوشحال و مصمم میبینم به وجد میام قربان. کارت مسابقه به هم میگه فردا یه مسابقه داریم، درسته الیک؟ آره و خیلی هم مسابقه مهمیه. رقیبمون 37 مسابقه رو نباخته. ببینم این موضوع تو رو عصبی نمیکنه؟ نه، ما ربات هستیم. ما احساسی ترسیدن و عصبانی شدن نداریم. تنها کار ما اینه که بتونیم به بهترین وجه از توانایی هامون بهره ببریم. ما قضاوت نمیکنیم، حتی فکرم نمیکنیم. ما فقط دستورات رو انجام میدیم. به خاطر همینه که فوتبال رباتی جذاب ترین و عادلانه ترین بازی دنیاست. چون بازیکن‌ها با تمام وجودشون بازی میکنن و اونی که مستحقه میبره. تنها نکته‌ای که ممکنه نتیجه رو تغییر بده اینه که کنترل کننده‌ها تصمیم درست رو تو زمان درست بگیرن. دقیقاً درسته. نتیجه بازی به توانایی‌های ما ربطی نداره، بلکه به احساسات، توان فکری، تحلیلی، مقایسه‌ای، دانش بازی و همچنین توان تحمل شرایط سخت در انسان‌ها مربوطه. بذار اینطور بهت بگم الیک، اگه تو منو درست کنترل بکنی مطمئناً میتونی هر حریفی رو شکست بدی. حق با توه. ذهنتو باز کن و به هیچ چیزی توجه نکن و فقط روی مسابقه تمرکز کن. من حواسم به همه چیز هست. ممنون با من در این رابطه صحبت کردی. اینطوری استرسم کمتر شد اسطوره. از من تشکر نکن، از سیستم تشکر کن که ما رو طراحی کرده. در حقیقت از طراح اصلی یعنی پدرت دکتر کلمن. اون خالق بازی‌های فوتبال رباتیه. پاس خوبی بود اسطوره. کت بیا اینجا یه نگاهی بنداز. چیو باید ببینم؟ این ساختمونیه که قرار مسابقات ما توش انجام بشه. اینطور ساختمونا مشکلی جدی دارن. خب مشکلش چیه؟ مشکلیه که 100% میتونه رو نتیجه بازیمون تأثیر بذاره. این حرفت یعنی چی؟ نمیدونم برای توضیح بدم متوجه میشی یا نه. چی؟ من تمام نمرات مدرسه‌م 19 و 20 بوده. ضریب هوشیم فوق‌العاده است. آهای الیک با تو هم توضیح بده ببینم. زود باش. هی ببینم چرا داری به این عکس‌ها نگاه میکنی؟
ساکت باشین بچه ها، دارم تمرکز میکنم بازی فردا رو ببریم. میگم امروز چقدر تماشاچی اومده، هیچ وقت من ورزشگاه رو اینقدر پر یادم نیست. سکوها رو نگاه کن. باید همراهتون باشم. نمیخواستی مزاحم شی. ببینین چی براتون درست کردم. آفرین آفرین قهرمانا، آفرین آفرین بهترینا. دقیقا واسه همین بود که خبرش نکردم. این دختره تو همه کارش زیاده روی میکنه، میبینی؟ راستش باید بگم خیلی هم زیاده روی نیست، همین یه نفر میتونه به اندازه یه اتوبوس تشویقمون کنه، واسه تیم خیلی خوبه. من مدیر تیم شما هستم، وظیفم اینه که تیم روحیه خیلی خوب و مناسبی داشته باشه و پشتیبانی خوبی هم ازش بشه. شان چقدر طرفدار داره. تو باید الک باشی، تو هم باید شان باشی. از دیدنت خوشحالم. بهتر نبود به خودت، من و این مسابقه احترام میذاشتی و حداقل یه جفت کفش پات میکردی؟ ای پسر، من همیشه همینو میپوشم، چیزی که میپوشم به تو ربطی نداره. عجب آدمیه. فکر کنم اینم گوریله. آفرین آفرین قهرمانا، آفرین آفرین بهترینا. شما هنوز اسم تیمتون رو وارد نکردین؟ آره ما تیممون هنوز اسم نداریم. خب زود باش الکی اسم پیشنهاد بده. اسم رو انتخاب کردم، ما تیم پابرهنه هستیم. تیم پرسیوس در مقابل تیم پابرهنه. ما شیر رو انتخاب میکنیم. از خط مال ماست. برای شروع بازی تیم پابرهنه شیر رو انتخاب کرد و تیم پرسیوس خط رو. خیلی خوب، پس ما بازی رو شروع میکنیم. پرسیوس در مقابل تیم پابرهنه بازی میکنه. تیم پرسیوس لباس سفید داره و تیم پابرهنه لباس قرمز. خب اسطوره، از اونجایی که نمیتونیم اونا چطوری بازی میکنن، بهتره از همون اول تهاجمی بازی کنیم. گرفتم. اسطوره مهاجم تیم پابرهنه همین اول کار مهاجم پرسیوس رو جا میذاره و داره به سرعت زمین رو طی میکنه. آیا میتونه هافبکشون یعنی دینامو رو هم جا بذاره؟ پوشش بده دینامو، اون واقعا بازیکن خطرناکیه. باز هم دینامو جلاشو وای نیسته. دو بازیکن با هم درگیر هستن. حالا اسطوره پاس میده جلا شماره هفت ایوان. خیلی خوبه ایوان، حالا باید پاس بده به اسطوره. حالا ایوان سوت میکنه، ببینیم آیا میتونه اسطوره سر بزنه یا خیر. دو بازیکن روی هوا بلند میشن. اسطوره کنترل میکنه، حالا اسطوره به سمت دروازه حرکت میکنه. اسطوره مصمم نشونده در مجلی خودش شادو رو داره. به سمت راست شوت کن همین الان. حالا اسطوره میزنه توپ به سمت دروازه حرکت میکنه. اما
جمع میکنه. دروازه‌بانشون واقعا خوبه، باید یه فکر دیگه ای بکنن. حالا شرفای سرمه بلند توپ رو به دینامو میسپاره. دینامو جلوی خودش بازیکن شماره 4 رو داره. آنتونی نگران نباش، اون یا میره سمت چپ یا میره سمت راست، ولی فکر کنم داره میره سمت چپ. یک بار اینجا حالا دینامو یا حرکت زیبا میزنه، دیروز خوشگلی میزنه. دیدی گفتم میره سمت راست، هی تو گفتی میره چپ. دیدی حالا گوشای پایین سمت راست. حالا زخاری میزنه گوشه سمت راست، دروازه رو میزنه. ببینیم میتونه تو چطور انقدر سری به عقب برگشت؟ سرعتش واقعا فوق‌العاده است. میدونستم بازیکن خوبیه. این پسر واقعا قدرتمنده. ساختار تیمشون بر اساس حرکات شماره 10 دریبلشون واقعا حرف نداره. دروازه‌بانشون جزو بهترین بازیکناشونه، اما مطمئنا میتونیم در ادامه بازی نقطه ضعفاشون رو پیدا کنیم. پسر گفتم الان گله رو میخوریم. بس کن، بازی تازه شروع شده، هر چیزی ممکنه اتفاق بیافته، اینو یادت باشه. مطمئنن اونا تو حالت هجومی هستن، هر طوری شده نباید اجازه بدیم تو زمین ما بیان. ما نباید گل بخوریم بچه ها. نمیذاریم. هر طور که بتونم جلوشونو میگیرم. باز هم بازی در جریانه. ایوان هاستی آسراخی سربارو میزنه، بخوایی چند هم بار میزنه، اما باز هم شدو میگیره. من از این نو بازی اصلا خوشم نمیاد. شما خوشت نمیاد چون گل نزدی. ضعف بازیکنای شما تو نیمه دوم مشخص میشه، پس بهتره مراقب باشید. گفتی ضعیف؟ تو به بازیکنای ما میگی ضعیف؟ اگه ضعیفن چرا نتونستی کاری ما کنی؟ مواظب حرف زدنت باش. ناراحت نه، شما همه رقیبامون ضعیف تذمر میکنی. سینی مسخره بازی رو تمومش کن. بهتره خودتو برای نیمه دوم آماده کنی دوست من. میدونی چرا؟ چون نیمه دوم ما برنده ایم. در نیمه اول بازی 0-0 مساوی بود. باید ببینیم که بازیکنان دو تیم در نیمه دوم چه میکنن و همینطور کنترل کننده هاشون. همینه، رو به جلو حرکت کنین. بازی با شماره 4 آغاز میشه. بازیکن شماره 11 تیم پرسیوس هم حرکت میکنه، اما در مقابلش 3 بازیکن رو داره. ببینیم که آیا میتونن بازیکنان توپ رو به جلو ببرن. برای این کار میکنن. آفرین آفرین قهرمانا، آفرین آفرین بهترینا. یکبار دیگه اسطوره حرکت میکنه، بازیکن شماره 11 توی پاورهنده در مقابلش دو بازیکن مصمم رو داره. 4 و 5 ببینیم میتونه تو برای تو اسطوره بگیرم. خوبه اسطوره، باید از تیر دروازه استفاده کنیم. زمان بلند میسنه اسطوره. ببینیم که چه اتفاقی میفته. توپ تیره که دروازه برخورد میکنه، برمیگرده. یکبار دیگه اسطوره. خوبه، بالاخره یه حرکت خلاقانه دیدم. شوت کن گوشه بالا سمت چپ. خیلی خوب دینامو، قدرت تو نشون بده. حالا تکل درست و نشونت میدم. حرکت زیبا اتفاق میفته. کنترل کننده به دینامو دستور داد. دستور کنترل کننده رو اجرا میشه. دینامو داره فریب میده اسطوره رو. دفاع کردنش بی نظیره. به نظر من که اونقدرام بی نظیر نیست. هی ایوان برو کمکش کن. یک پاس رو عقب زیبا. حالا باز هم ایوان حرکت میکنه. ایوان شماره 7 مجددا پاس میده با اسطوره. حالا اسطوره حرکت میکنه. خوبه اسطوره، کاری که بهت گفتم انجام بده. حالا ضربه رو میزنه اسطوره بالا سمت چپ دروازه. ما باز هم شادو ایتیاد بیداد دوباره توپ رو گرفت. گلرشون واقعا عالیه، دیگه داره حرصم رو در میاره، نمیذاره هیچ توپی رد بشه. چه جوری باید شکستش بدیم؟ فکر کنم اون ضربه مخصوص کلی از انرژیشو میگیره. گمان نکنم بتونه خیلی ازش استفاده کنه. نگران نباشین بچه‌ها، فقط باید مثل همیشه حمله کنیم. ایوان مواظب باش توپتو ازت نگیرن. پاس بده. دوست دارم با قدرت از بازیکنای روبروی خودتون رد بشین بچه‌ها. یک بار دیگه تیم پاورهنه با پاسکاری‌های ریز خودشون سعی می‌کنن به دروازه نزدیک بشن. باز هم اسطوره صاحب توپ میدان هست. می‌تونه ضربه رو بزنه. اسطوره شوت کن حالا.
میشوتم. برو میزنه آقای چپ. ببینیم که باز هم میتونه شدان توب رو بگیره یا خیلی میگیره. خیلی قشنگ این کار کرد. توب رو گرفت. با اینکه تو بیشتر بازی‌های فوتبال عادی بالا سمت چپ مهارش خیلی مشکله، اما اصرار بیموردش بیفایده است. شادو دفاعشون جا مونده، توپو سریع بفرست به مرکز زمین. شادو با یک پاس بلند دینامو رو صاحب توپ میکنه. دینامو به سمت دروازه تیم پاورمه حرکت میکنه. وای ضد حمله زدن، پس دفاع ما کجاست؟ او نه، تموم شد، گل خوردی. دینامو محکم و پرقدرت حرکت میکنه. آنتونی به سمتش میره. آنتونی شماره 4 هست. ببینیم میتونه جلوی دینامو رو بگیره یا خیر. آنتونی حواستو جمع کن، یا از چپ میره یا از راست. دیگه کافیه، راست نره میره چپ. اینو همه هم میدونیم. بس کن تیمی. حالا میتونه سهره رو دینامو بزنه. ببینیم کدوم سهره رو بزنه. سهره رو بزنه. تو بسمت دروازه میاد. توی دروازه. گله بسیار زیبا اینو زدن. معلوم هست داری چی کار میکنی؟ چرا زدی بالا سمت چپ؟ دروازه‌بان که دقیقا همون جا بود. اگه سمت راست دروازه‌بانم میزدم معنیش این نبود که گل میشه. حالا نتیجه 1-0. ببینیم که تیم پابرهنه میتونه گل رو جبران بکنه یا خیر. بره توپ رو پاس میده به ایوان. دینامو به سمت ایوان حرکت میکنه. مراقب باش ایوان، اگه نمیتونی ازش رد شی پاس بده. ایوان مجددا توپ رو به اسطوره میسپاره. اسطوره بلند میشه و حرکت میکنه. سمت دروازه میره. بالا سمت چپ دروازه بان. دوباره. حالا زور میزنه. داورم نمیشه هنوز دارم به همون گوشه حمله میکنن. جدداً اصوله نتونست گلی رو برای تیمش به ارمغان بیاره. چرا این کارو میکنی الک؟ انقدر کار اشتباهاتو تکرار نکن. به هم اعتماد کن باشه؟ در این لحظه بارش باران رو شاهد هستیم. شادو پاس رو بلند میندازه برای بازیکن این رسکت دینامو. دینامو توپ رو جمع میکنه. ضربه رو دینامو میزنه و تیر دروازه رو خورد میکنه. چی شد؟ این اسطوره حرکت کرد. دینامو با جمع دادن میتونه گل رو بزنه. ضربه رو بزنه از جوی دروازه. جوی دروازه 2-0. تیم پرسیوس جلو میافته. پرسیوس 2 واسه چی حرکت اسطوره رو تقلید میکنین؟ این کارتون اصلا حرفه‌ای نیست. خودتون باید خجالت بکشید. ما فقط داریم بازی میکنیم و شما به راحتی گل میخورید. توانایی اونا از ما بهتره، اما تا وقتی سوت پایان زده نشده هیچ کس برنده نهایی نیست. ناامید نشین بچه‌ها. در دقایق باقی مونده مجددا اسطوره حرکت میکنه. ببینیم که آیا میتونه گل‌های خورده رو جبران بکنه یا نه. دینامو جلوش هست. پاس رو میده به ایوان. ایوان برم میشه. از حالا به بعد به روش خودم عمل میکنم. ایوان شوت کن سمت راست. ایوان با سمت دروازه حرکت میکنه. کنترل کننده گفته که خودش به شکل ضربه رو میزنه و باز هم شماره 1 شادو توپ رو میگیره. جمعیت یک صدا شادو رو تشویق میکنه و سوت پایان بازی. پرسیوس 2 پاورهنه 0. وای نه، فردا آخرین روزه. من میخوام یه بار دیگه باهات مسابقه بدم. قبوله. تو فکر میکنی تو بازی جدید میتونی ببری؟ تا حالا اینقدر مطمئن نبودم. عجب اعتماد به نفسی داری تو. جی جی و فوتبال یا فوتبال رباتی درباره بازیکن‌های رباتی که سایز کوچک و توانایی ارتباط با انسان‌ها رو دارن و این ظرفیت رو دارن که رفتارهای فیزیکی فوتبالی انسان‌ها رو یاد بگیرن و فقط کافیه که اون‌ها رو ببینید و هدایت کنید و خواهید دید که چقدر سریع‌تر و بهتر از انسان‌ها فوتبال بازی می‌کنند.